بیشتر مطالب و داستانهای قرآن مربوط به اساطیر یهودی است، اما در این میان به ناگهان در جایی که قرآن داستان اصحاب کهف و پناهنده شدن چند مسیحی را بیان می کند، با یک گریز بزرگ از ذوالقرنین یا کوروش یاد می کند. کوروش برای جلوگیری از دستبرد قبایل مغول و سکایی مشهور به وندالها، دژ مستحکم دربند را استوار کرد. این دژ و تنگه داریال آسیا را از اروپا جدا می کند و یکی از استراتژیک ترین نقاط زمین هست که هزاران سال در دست نیاکان ما بود، اما شوربختانه همکنون در دست روس‌ها است. از تدابیر خسرو پرویز بستن راه داد و ستد چین با روم بود تا در جنگ پردامنه 24 ساله که مادر تمام جنگ هاست پیروز شود. خسرو دژهای گرجستان و دربند را مانند سدی در برابر داد و ستد روم و چین قرار داده بود. همچنین با فرمانی به شهر براز، بندر اسکندریه که انبار غلات روم بود، اشغال شد. این اشغال تا زمان عثمان خلیفه سوم توسط ایران شهر ادامه داشت. هراکلیوس به چنان بحرانی رسیده بود که تمام گنجینه کلیسای ایاصوفیه را آب کرد و سکه هایی با این عنوان ضرب کرد: خداوند به داد روم برسد. همزمان امپراتوری چین با تهییج قبایل گوکترک آنها را به کمک هراکلیوس گماشت تا دژ دربند را محاصره کنند و به سوی دژ گرجستان حرکت کنند. اما جانفشانی سردار بزرگ ایران شهرپلنگ سبب شد تا محاصره اقتصادی روم باقی بماند. آیات سوره کهف ناظر بر پدافند محور مقاومت در برابر جبهه غرب نازل شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 3 کتاب هستند. کتاب اول کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات، نوشته مولانا ابوالکلام آزاد. کتاب دوم ذوالقرنین همچنان ناشناخته، نوشته غلام رضا نوادری. و کتاب سوم ذوالقرنین در اندیشه ایرانی، نوشته جلیل عرفانمنش. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. کتب سته به مجموع 6 کتاب حدیث گفته می‌شود که معتبرترین کتب حدیث در نزد اهل سنت می‌باشد. این کتاب‌ها پس از قرآن مهمترین منابع دینی است که در دسترس اهل سنت است و توسط علمای اهل سنت مطالعه و استفاده می‌شود. گردآورندگان هر 6 کتاب اهل ایران بودند و از خاندان‌های پارتی و پهلو هستند. در بین این کتاب‌های حدیث، لفظ صحیح تنها به 2 کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم اختصاص داده می شود. رابرت هویلند، پاتریشیا کرون، واکر و دکتر پور شریعتی تحقیقات مدونی در باب آغاز اسلام و سقوط ساسانیان دارند. بر مبنای تحقیقات این پژوهشگران، بسیاری از آنها بر این باورند قرآن با تاریخ اسلام تطابق ندارد. مثلا الله در قرآن الله دوستدار قریش هست و برای چراگاه و ییلاق و قشلاق قریش در تکاپوست، اما قریش در تاریخ اسلام منفور و محدورالدم است. یکی از سوره های تاریخی قرآن که در مقطع حساس جنگ پردامنه ایران شهر و روم بوده، سوره روم می باشد. در ترجمه های رسمی چنین عنوان می شود که خسرو بر هراکلیوس پیروزی یافته، ولی الله پیشبینی شکست ساسانیان در برابر رومیان را می کند. در حالی که اعراب در هر حال در حال جنگ و جهاد بر علیه هراکلیوس نیز بودند و صدها سال بود که در برابر رومیان مبارزه می کردند و شاهزادگان ایرانی همچون بهرام گور از کودکی در قبایل جنگاور عرب پرورش می یافتند. ذوالقرنین را
برخی به معنای صاحب دو شاخ ترجمه کردند و چون نقش برجسته کورش بزرگ در پاسارگاد دارای دو شاخ است، از همین رو آن را کورش دانستند. برخی دیگر نیز آن را به معنای شرق و غرب دانستند و گفتند پادشاهی بوده که بر شرق و غرب فرمان روایی می کرده است. البته برخی نیز به غلط اسکندر را ذوالقرنین نامیدند که با توجه به اینکه ذوالقرنین دارای اخلاقی نیک و صفاتی نیکو معرفی شده، با خلق و خوی تند اسکندر سنخیتی ندارد. اما استاد باستانی پاریزی نظری جالب در این مورد دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم. وی می‌گوید آن پادشاهانی که 60 سال پادشاهی می‌کرده‌اند خود را ذوالقرنین می‌خواندند. علت آن نیز این بود که در قدیم هر قرن را 30 سال محاسبه می‌نمودند. برخی از شاهان نیز همین که سلطنتشان از 30 سال می‌گذشت و پا به قرن دوم سلطنت خود می‌گذاشتند، خود را ذوالقرنین و صاحب قران می‌نامیدند. اگر این گفته باستانی پاریزی را بپذیریم و آغاز سلطنت کوروش بزرگ را حدود سال 558 قبل از میلاد در نظر بگیریم و وفات وی را حدود سال 529 قبل از میلاد، کوروش بزرگ بیش از 30 سال سلطنت کرده است و بنابراین چون وارد دوره 30 ساله دوم و به اصطلاح قرن دوم پادشاهی خود شده است، از همین رو وی ذوالقرنین نامیده می شده است. استاد باستانی پاریزی در ادامه نوشته است به همین مناسبت مثلا فتلی شاه قاجار سکه ذوالقرنین ضرب نمود، زیرا وی نیز وارد دوره دوم 30 ساله سلطنت خود شده بود. ناصرالدین شاه را نیز که 50 سال سلطنت کرد صاحب قران خواندند، هرچند سلطنتش به 60 سال نرسید. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که منظور از ذوالقرنین همین بوده است. اما اینکه آیا منظور از ذوالقرنین نامیدن کوروش بزرگ نیز همین دلیل بوده باشد، درست یا غلطش باید تحقیق شود. و اگر همین دلیل و نظر استاد باستانی پاریزی را در نظر بگیریم، به قاطعیت میتوان نتیجه گرفت که اسکندر مقدونی هرگز ذوالقرنین نبوده است، زیرا سلطنتش هرگز به 30 سال نیز نرسید. کوروش که در تورات با نام ذوالقرنین یا صاحب دو امت ماد و پارس و هم با دو شاخ در تخت جمشید دیده شده و کتیبه ای در کنار بدن کندکاری شده او با مضمون تشکر از خدا دیده می شود. هرچند در مورد شاخ، این شاخ ها عنوان افتخاری عمومی اقوام آریایی بوده، مانند آن را در تمدن وایکینگ ها و سلت ها احتمالاً دیده اید که در بدو مهاجرت سر گوزن ها را بر سر می گذاشتند. در قرآن آیه 83 تا 100 سوره کهف ذکر شده است که ذوالقرنین در شرق در مکانی بی درخت که احتمالاً ناحیه مغولستان است، در سومین لشکرکشی در سمت شمال سد داریال هم که از آهن ساخته شده و قسمت فوقانی آن از مس است و رود سایروس به یونانی کوروش نزدیک آن مکان قرار دارد. با توجه به این شواهد ذوالقرنین کوروش بوده است. از آنجا که او اول به بابل و لیدی حمله کرد و سپس در شرق سکاها و بعد از شمال با قسمتی دیگر از سکاها، نام او به همین عنوان در تورات و شواهد تاریخی همه از این حکایت می کند. کوروش همان ذوالقرنین است.